سلام من کشیش پیترسون هستم خیلی هیجان زدم که باتون با درباره خدا صحبت کنم درباره چیزهایی که توی دو قسمت قبل صحبت کردیم درباره پدر اینکه پدر شما پدر من چه شخصیتی داره و چه شخصیتی نداره چه احساسی داره یا میخواد شما چه احساسی داشته باشید و چطور در محبتش زندگی کنید و او رو به عنوان پدرتون که دوستتون داره ببینید میدونید ایسا گفت این است حیات جاویدان که تو را بشناسند درباره پدر صحبت میکنه شناخت پدر حیات جاوید هست او تنها خدای حقیقته بعد عیسی گفت و اسای مسیح را بشناسند که تو فرستاده ای به ما میگه که با شناختن پدر و پسر حیات جاویدان داریم این رابطه است فقط دانش نیست این شناختی که در بارش صحبت میکنه به رابطه مربوط میشه همونطور که یه پسر و یه دختر با پدرشون رابطه دارن حتی بیشتر از پدران زمینیمون باید این رابطه رو داشته باشیم و میتونیم هم داشته باشیم این دعوتی از سوی خدا که باهاش رابطه داشتیم تا باهاش باشیم و بدون ترس در حضورش باشیم تا در حضورش باشیم و محبتش کنیم و محبتی رو که نسبت به ما داره دریافت کنیم این چیزیه که عیسی دعا کرد داشته باشیم و احساسش کنیم شما احساسش کنید پس میخواییم امروز اینو حتی بیشتر کنکاش کنیم و عیسی اومد تا چیزهای زیادی درباره پدرش به ما نشون بده و با ما در میون بذاره تا کمکمون کنه ذهنمون رو نسبت به خدا و شخصیت پدر تغییر بدیم و امروز برای شما توی تجربیات زندگیتون جدا از اینکه چه نوع پدری روی زمین داشتید یا الان دارید شاید وقتی سنتون کم بوده پدرتون از دنیا رفته شاید پدرتون مدتی ازتون دور بوده شاید محبت و قدردانی زیادی رو احساس نکردین یا حتی اینکه ازتون خوشنوده میدونید چیه امروز میتونید احساس کنید و بدونید که یک پدر روحانی دارید خدایی که پدر زمینیتون و خودتون رو آفریده دوستتون داره بهتون اهمیت میده براتون مهیا میکنه افکار عالی براتون داره در واقع شما همیشه در قلب و فکر او هستید و هر روز و همیشه به شما فکر میکنه مزمور 139 میگه اندیشه های خدا مثل شنهای دریاست شنهای کوچک میلیاردها دونه شن در سراسر زمین وجود داره و نشون دهنده تک تک فکرهایی است که پدر برای شما داره او همیشه به شما فکر میکنه شما در قلبش هستید کف دستش نوشته شدید عاشق شماست او پدری که کامله شما هیچ وقت پدر کاملی نداشتید هیچ کس پدر کاملی نداشته من هم پدر کاملی نیستم ولی هممون پدر کاملی داریم پدری که به کمال دوستتون داره پس میخوایم دربارش یاد بگیریم میدونید عیسی درباره شخصیت پدرش با همون صحبت کرد چقدر برای عیسی شخصی و شگفتانگیزه که این تجربه شخصی رو که از ازل از با پدرش داشت با ما در میون بذاره او بر روی زمین اومد و تصمیم گرفت با ما با شاگردها و همه کسایی که کتاب مقدس رو میشتون یا میخونن درباره شخصیت واقعی خدا صحبت کنه این در واقع یکی از مهمترین مأموریت‌های عیسی بود وقتی آخرین دعا رو کرد گفت پدر تو را به عنوان پدر بر اونها آشکار کردم به عنوان خدایی که بابای پر محبته. این مأموریت مهم ایسا بود وقتی توی کلام خدا هست که میبینیم ایسا درباره پدرش چنان کاملا شخصی صحبت میکنه که من فکر میکنم این شخصی ترین مکاشفه یا درک از شخصیت پدر نسبت به هر جای دیگه ای توی کلام خداست پس میخوام امروز این قسمت رو با شما در میون بذارم و با هم بخونیمش در لوقا باب پانزده هست که از آیه یازده شروع میشه اینجا عیسی درباره پدرش با ما صحبت میکنه و برامون باز میکنه در قالب یک داستان بیان میکنه داستانی که مطمئنم باهاش آشنایید ولی بیایید با هم بخونیمش سپس عیسی فرمود مردی را دو پسر بود آیه دوازده روزی پسر کوچک به پدر خود گفت ای پدر سهمی را که از دارایی تو به من خواهد رسید اکنون به من بده پس پدر دارایی خود را بین آن دو تقسیم کرد این مرد ثروتمند ثروتش را بین دو پسرش تقسیم کرد چون پسر کوچکتر ازش خواسته بود یعنی در واقع وادارش کرده بود آیه سیزده پس از چندی پسر کوچکتر آنچه داشت گرد آورد و راهی دیاری دوردست شد و ثروت خیش را در آنجا به عیاشی برباد داد آیه چارده چون هرچه داشت خرج کرد همه پولهاش هاشو از دست داد تمام ارثش رو هدر داده بود قحطی شدید در آن دیار آمد زمان سختی برای قحطی بعد بر از اینکه همه پولهاش رو از دست داد و او سخت به تنگ دستی افتاد آگی 15 از این رو خدمتگزاری یکی از مردمان آن سامان را پیشه کرد و او وی را به خوکبانی در مزرعی خیش گماشت تا خوکها را غذا بدهد. و البته هممون می دونیم که تون فرهنگ خوکها موجودات منفوری بودن نه فقط نمیخوردنش بلکه کنارش هم نمیرفتن پس این جوان که اینجا میتونیم بگیم یهودیه کنار خوک هاست و بهشون غذا میده زندگیش اونقدر بیارزش شده که به خوک ها غذا میده بعد ادامه میده آیه 16 پسر آرزو داشت شکم خود را با خوراک خوک ها سیر کند اما هیچ کس به او چیزی نمیداد گرسنه است حتی از غذایی که به خوکامیده کامیده نمیتونه بخوره توی زندگیش توی شرایط بسیار سختی هست بله شرایط بسیار سختی هست آیه هفته سرانجام به خود آمد و گفت با خودش حرف زد همونطور که من هم با خودم حرف میزنم و فکر میکنم شما همینطور پس به خودش اینطور میگه همینطور که فکر میکنه ای بسا کارگران پدرم خادمان اون مرد خوراک اضافی نیز دارند و من اینجا از فرط گرسنگی تلف می شوم. دارم از گرسنگی می میرم و خادم ها با و کارگرهای بابام غذای زیادی برای خوردن دارند. آیه 18 پس بر می خیزم و نزد پدر می روم. با اینکه خجالت زده و شرمنده بود از اینکه همه چیز رو به هدر داده بود. بعد میگه و میگویم پدر به آسمان و به تو گناه کردم دیگر شایسته نیستم پسرت خوانده شوم با من با من همچون یکی از کارگرانت رفتار کن اون پسر داره اینطور توی ذهنش تمرین میکنه تا حالا اشتباهی در حق کسی کردید یا دیگری در حقتون اشتباهی انجام داده و به خاطر کاری که کردید میخواید دارید ازش عذرخواهی کنید شاید اون شخص پدرتون باشه و تو ذهنتون چیزی که میخواید بگید و تمرین میکنید اغلب وقتی این کارو میکنیم ارزامن اون طور که تمرین کردیم بهشون نمیگیم و مکالممون به همون شکل پیش نمیره اینجا هم وقتی توبه و حرفاشو که میخواد وقتی برگشت به خونه به پدرش بگه تمرین میکنه دقیقا همین اتفاق میفته آیه 20 پس برخواست و راهی خانه پدر شد به نظر میاد مسیر خیلی زیادی رو باید راه میرفته اما هنوز دور بود که پدرش او رو دیده پدرش او رو به چشم میبینه دل بر وی بسوزاند و شتابان به سویش دوید در آغوشش کشید و قرغ بوسه کرد پسر گفت پدر حالا حرفشو از قبل تمرین کرده و میخواد بزنه پدر به آسمان و به تو گناه کردم دیگر شایسته نیستم پسرت خوانده شوم آیه 22 اما پدر به خدمتکارانش گفت بشه تابید بهترین جامعه را بیاورید و به او بپوشانید انگشتری بر انگشتش و کفش به پاهایش کنید گوساله پرواری بیاورید سر ببرید تا بخوریم و جشن بگیریم زیرا این پسر من مرده بود، زنده شده، گم شده بود، یافت شده، پس به جشن و سرور پرداختند. خب تا همینجا کافیه. این یه داستان شگفتانگیز و بینشی قابل توجه درباره پدره. چون باور دارم این فقط درباره پسر گم شده که دور میشه نیست هرچند ما هر, هر کدوممون قطعا میتونیم باهاش ارتباط برقرار کنیم ولی برای من این داستان بیشتر درباره اینه که عیسی داره از این طریق نشون میده که پدرش واقعا کیه اینجا میبینیم که وقتی پسر برمیگرده پیش پدر و وقتی تصمیم میگیره که پاهاشو بچرخونه به, به سمت خونه و برگرده جایی که پدرش زندگی میکنه و اون سفر رو شروع میکنه اولین چیزی که وقتی به خونه نزدیک میشه اتفاق میفته اینه که میگه پدرش او رو دید میدونید این برام به این معناست که پدر مشتاقانه منتظر و چشم به راه بود اون منتظر برگشت پسرش بود او به افق نگاه میکرد و دور دست رو بررسی میکرد با این امید که پسرش برگرده پیشش بعد وقتی اونو دید کتاب مقدس به شکل العاده ای میگه احساسی درونش بود پدر داشت نگاه میکرد تا ببیندش و وقتی دید اولین احساسی که داشت دل سوزی بود پدرش دلش براش سوخت. حالا اگه من بودم یا شاید شما و پسرمون این کار رو کرده بود ارسش رو به باد داده بود خونه رو ترک کرده بود و صرف فاهشه ها و مهمونی بازی ها و اینجور کارها کرده بود و دیگه پولی براش نمونده بود و حالا داشت برمیگشت خونه احتمالا از دستش عصبانی بودیم احتمالا از جهاتی احساس شرمندگی داشتیم اما وقتی عیسی پدر خودش رو توصیف میکنه و این پدر رو در این داستان این احساسی نیست که این پدر داشت احساسی که داشت دلسوزی بود بلافاصله دلش سوخت بیایید یک بار دیگه خطاها رو بررسی کنیم. میدونید پدر آسمانی من و شما هم همینطوره. وقتی گناهی یا کار اشتباهی میکنیم، وقتی توجهی به خداوند نمی کنیم وقتی دروغ گفتیم، دزدی کردیم یا هر چیز دیگری یا حتی کتاب مقدسمون رو نخوندیم یا امثال اینها اینطور نیست که به ما به شکلی منفی نگاه کنه بلکه نسبت به ما دلسوزی داره تمام مدت منتظر بوده که قدم هامون رو به سمتش برگردونیم و به سمتش بریم و بعد دلش برامون می سوزه. و نه فقط دلسوزی بلکه عیسی چیز دیگه رو هم اینجا توصیف می کنه پدر می دوه. تا حالا شده تو زندگی تصور کنین که خدا می دوه؟ تا حالا تصور کردیم که پدر به سمتتون بدوه این تصویر و توصیفیه که هیچ وقت تو هیچ جای دیگه کتاب مقدس اون رو نمی بینیم در صفنیا می خونیم که خدا می رخصه، اما چیزی درباره دویدن نمی بینیم ایسا گفت تو قلبش احساس شفقت کرد و از خونه به سمت پسر دوید مطمئنم وقتی پسر داشت می دوید و دید که پدرش به سمتش می دوید و احتمالاً باد رداش رو هم بلند کرده شاید فکر نمی کرد اتفاق خوبی قرار بیفته احتمالا نگران شده بود اما در واقعیت وقتی پدرش بهش رسید اولین کاری که وقتی نزدیک شد کرد این بود که دستهاش رو بلند کرد و دور پسرش حلقه کرد و بغلش کرد و نزدیک به خودش نگهش داشت بعد یه کار دیگه هم کرد که باز هم برای پسر کاملا قافل گیر کننده بود اینکه با لپهای گرم نرم و پاک خودش پسر رو بوسید میتونم تصور کنم بعد از اینکه بغلش کرد سرش رو گرفت و پیشونی و گونه ها و گردنش رو بوسید او رو به عنوان یک گنج ارزشمند بوسید به عنوان پسرش که دوستش داشت و هر روزی که نبود بهش فکر میکرد پدرش او رو می بوسه این توصیفی از خدا که اصلا شبیه به اون چیزهایی که من و شما درباره خدا داشتیم یا شنیدیم نیست او پدریه که شفقت داره می دوه و در آغوش می گیره و می بوسه. یه روز که توی ماشین داشتم رانندگی می کردم از یه مقصد به مقصد دیگه می رفتم و رانندگی طولانی بود توی مسیر مردی بود که کنار کنار جاده داشت راه می رفت من فکر کردم که ماشینش از کار افتاده یا بنزینش تموم شده پس زدم کنار تا یه جایی برسونمش ولی مسئله ای که بود این بود که اون بی خانمان بود و کنار جاده حرکت می کرد وقتی سوار ماشین شد بوی نامطبوعی همراه اون وارد شد و حالم خیلی بد شد در واقع حالم داشت به هم میخورد میخواستم بالا بیارم بوی بد اون مرد خیلی زیاد بود به لباساش نگاه کردم شلوارش پر بار از شوری سفید بود کثیف و گلی بود موهاش گلالود بود بوی وحشتناکی میداد حس میزدم بیش از یک سال بود که حمام نرفته بود شاید هم دو سال بی خانمان بود و بوی وحشتناکی میداد و خیلی برام سخت بود که بالا نیارم. در نهایت کولر ماشین رو روشن کردم و تنظیمش کردم تا روی صورتم بخوره و سبونم رو از دست ندم و مدتی رو با هم سفر کردیم. وقتی وقتی درباره این شرایطی که عیسی توضیح میده و بیان میکنه برباری پدری که به سمت پسرش که مدتی نبوده و در واقع با خوکها زندگی می کرده می من اینه که پسر مدت طولانی رو حمام نکرده بوده و بوی وحشتناکی می داده. شاید لباس شوره زده بود شوره که از عرق ناشی میشه و همینطور کسیفی ولی اینها اسباب زحمت پدر نشدند چون محبت کاملا عبور میکنه داریم درباره محبت پدر و مادر صحبت میکنیم محبت پدر مادر آسمان به هر کثیفی و بو و هر چیزی که روی ماست نفوذ میکنه و ازشون کاملا رد میشه و او به اینها اهمیتی نمیده این پدر شروع به بوسیدن پسر کثیفش میکنه و تو این لحظه عیسی داره نشون میده که پدر همین حالا چه احساسی نسبت به شما داره؟ هر جا که هستید، چه احساسی نسبت به من داره؟ حس شفقت، محبت، در آغوش گرفتن، نگه داشتن، بوسیدن، حس این نوع پدر بودن. این پدر بهتر از هر پدری که تا حالا داشتیم. پدر آسمانی ما این طوره، هیچی رو از ما پنهان نکرده، او هیچی رو از ما دریغ نداشته، او بهترینش رو برای ما فرستاده پسرش رو تا بهای گناهان ما رو بده تا مستقیم به دنیای ما بیاد و ما رو آزاد کنه تا به همون حیات ببخشه پدر من و شما رو اینقدر دوست داره که می به سمتمون و اینجا میگه که پسر حرفاش رو تمرین میکنه یادتونه فکر میکنه که چی بگه و میگه پدر به آسمان و به تو نگاه کردم دیگر شایسته نیستم پسرت خوانده شوم یادتونه که میخواست چیز دیگه هم بعد از این بگه در ادامه میخواست بگه لطفا منو هم به عنوان یکی از کارگرانت بپذیر ولی در این داستان تنها قسمتی رو که در این توبش کامل گفته این بود دیگر شایسته نیستم پسرت خوانده شوم همین جمله و در همون لحظه پدر حرفش رو قطع کنه حتی نمیذاره توبش رو تموم کنه پدر منتظر ده دقیقه سکوت و توبه نمیمونه بلکه توبش رو قطع و کوتاه میکنه و فکر میکنم یکی از دلایلش این بود که گفت دیگه شایسته نیست پسر خونده بشه پدر همچین چیزی رو قبول نداشت پس جلوش رو گرفت و خادمینش رو فرستاد تا براش لباس بیارن تا از اون کسیفی و گلالود بودن خلاص بشه دستور میده براش انگشتر بیارن که در اصل در اون زمان نشان بوده مثل کارت اعتباری یا پول نقد یا امضای پدر روی یه حساب توی مغازه بوده بهش انگشترش رو برمیگردونه تا دوباره بتونه خرید کنه همچنین بهش کفش میده و همه این کارها رو دور از خونه، دور از خادمان دیگه و دور از چشم دیگران میکنه تا وقتی پسر به خونه میاد در شرایط مناسب باشه تا در برابر بقیه کسایی که توی خونن خجالت زده و شرمنده نباشه پدر به اینجور چیزها برای من و شما هم فکر میکنه اون نمیخواد رسواتون کنه اون نمیخواد منو رسوا کنه بلکه میخواد چشم پوشی کنه کلام خدا میگه به ما ردای عدالتی که عیسی خریده عطا شده اون که ما به خاطر خون عیسی عادل هستیم او به ما در نام خودش اقتدار میبخشه که دیوها رو بیرون کنیم به ما اقتدار بر طوفان ها می بخشه به ما اقتدار می بخشه تا دعا کنیم و وقتی دعا می کنیم اتفاق می افته به ما کفش می کنه تا تحت تاثیر چیزهای زمینی قرار نگیریم تا سنگها ها پاهامون رو زخمی نکنن قلب پدر اینه که بپوشونه محافظت کنه محیا کنه خوش آمد بگه و حتی توبه ما رو قطع می کنه چون قلب رو می بینه وقتی پسر به سمت خونه می اومد پدر می دونست توبه میکنه. مجبور نبود بگه منو جزو خادمینت کن ولی می چه چی جالبه؟ اون روز اون پسر در فکرش امیدی که در قلبش داشت شاید این اندازه بود ولی امیدش این بود که پدرش اونقدر نسبت بهش شفقت داشته باشه که اون جز خدمت کاراش بپذیره به عنوان یک خادم تا یکم نون و یه جای خواب گیرش بیاد این بزرگترین امیدش نسبت به پدرش بود اما قسمت غم اینه که واقعا پدرش رو نمیشناخت با اینکه تمام عمرش با اون بزرگ شده بود با اینکه سالها اون رو در اطراف خونه مشغول کار کردن توی خانواده موقع غذا خوردن دیده بود ولی پسرش واقعا پدرش رو نشناخته بود چون انتظاراتش خیلی کم بود اما پدرش انتظاراتش رو در هم شکست با این کار که نه تنها اونو خادم نکرد جزو خدمتکارها قرارش نداد بلکه او رو احیا کرد تا دوباره پسر کاملی بشه همه چیزهایی که از دست رفته بود رو بهش برگردوند اون رو به طور کامل توی خونه احیا کرد و حتی از شهرتش محافظت کرد این قلب پدری هست که عیسی داره توصیف میکنه و باور دارم داره پدرمون رو توصیف میکنه کسی که محبت میکنه محافظت میکنه ما رو ما رو رسوا نمیکنه ولی کاری که ما باید بکنیم اینه که اون رو اینطور ببینیم ایسا از همون میخواد که پدرش رو اونطور که هست ببینیم اونطور که او مهربونه و صبوره، اونطور که او احیا میکنه و محبت میکنه یکی از غمانگیزترین چیزها در طول عمر سی تا هشتاد ساله اینه که خیلیا ها نمیفهمن که پدرشون چه شخصیتی داره او رو به شکلی میبینن و به همون شکل در دعا بهش نزدیک میشن ولی به عنوان شخصی مجازاتگر بهش نگاه میکنن کسی که خشنه، کسی که سختگیره، کسی که انتظار داره مدت طولانی توبه کنید تا بتونید فیض یا رحمت دریافت کنید اما خدا اینطور نیست من همونطور که عیسی بهمون به گفت میتونم اینو بهتون بگم پدر پر از شفقته میشه بهش نزدیک شد و او از بهترین چیزی که میتونیم تصور کنیم فراتر میره و احیا کردن ما کمک به ما رهایی بخشیدن به ما محبت به ما اون حاضره تا دستهاش دور شما حلقه کنه تا حالا تصور کردین که خدای پدر دور نیست بلکه نزدیکه و نه فقط نزدیک بلکه اون به راحتی ما رو در آغوش میگیره و در بغلش نگه میداره اما بهش نزدیک خواهیم بود اون رابطه‌ای که از پدر زمینی تون انتظار داشتید میتونید با پدر روحانیتون هم داشته باشید با خدای همگان تنها خدای حقیقی بالاتر از همه پدره. پدر پدر نه تنها قدرتمنده بلکه پدره این تصویر زیبایی که عیسی به ما نشون داد و میدونید پدر همیشه همین طور بوده این طور نیست که این یه چیز جدید باشه یا یه روش جدیدی رو شروع کرده یا به شکلی تازه خودشو ابراز کرده بلکه پدر همیشه پر محبت بوده و اگر به هر شکلی اینو باور نداشته باشیم خدا رو به شکل درستی نمیتونیم ببینیم اگر به باغ عدن برگردیم چیزی که می‌بینیم اینه که خدا انسان رو به شباهت خودش خلق می‌کنه تا شبیهش باشه تا باهاش مشارکت داشته باشه با هم وقت گذاشتن تا روی حیوانات اسم گذاری کنن و دنیا رو با هم کاوش کنن و درست بر از اینکه آدم و هوا به شیطان گوش کردن شک توی دلشون زیاد شد تا بدترین رو درباره خدا بدترین رو درباره پدر باور کنند اینکه پدر چیزهایی را ازشون مخفی کرده این چیزی بود که شیطان دربارش بهشون دروغ گفته بود اینکه پدر در واقع چیزهایی رو ازشون مخفی نگه داشته بهترین رو ازشون مخفی کرده پس اونها باید با قدرت خودشون به چیزی نزدیک می شدن که خدا ازشون دریغ می کرد. این دروغی بود که اونها باور کردن و این باعث چیزی در قلبشون شد که بدترین رو درباره پدرشون باور کردند و امروز هنوز هم این اتفاق میفته خیلی ها بدترین ها رو درباره پدرشون باور کردن ولی در واقعیت، خدا دنبالشون بود بعد از گناه آدم و حوا اومدند قدم میزدند در اطراف باغ میگشتند بعد متوجه شدند که اوریانند چون گناه کرده بودند دیدگاهشون عوض شده بود و بعد پنهان شدند تک می کنم پشت درختها پنهان شدند بعد از اون پدر صداشون میزنه کجایی کجا هستید البته که میدونست کجا هستند سوال برای اونها بود اونها کجا بودند اونها جایی که قرار بود باشن نبودند در اینجا جایی که قرار بود در اینجا نسبت به خدا باشند اونها دور شده بودند خدا رو به شکلی دیده بودند که واقعا نبود ولی قلب پدر این بود که دنبالشون بود درست مثل داستانی که عیسی گفت جایی که پدر به سمت پسرش میدوه خدا هم یا دنبالشون که در آغوششون بگیره ولی اونها نمیخواستند در آغوششون بگیره نمیخواستند بهش نزدیک بشه چون شرمگین بودند و به برهنگی خودشون خیره شده بودند و این اونها رو از پدر جدا کرده بود در حالی که خدا قلب اونها رو میخواست همونطور که همیشه قلبشون رو میخواست و اونها اینو نمیدونستن پدر همیشه پرمحبت بوده در هزغیال باب 18 آیه 23 پدر اینطور میگه خداوندگار یهوه میفرماید آیا به راستی من از مردن شخص شریر خشنود میشوم نه بلکه از اینکه او از راه های خود بازگشت کند و زنده بماند پدر در عهد قدیم قبل از اینکه عیسی بیاد داره میگه که از مردن شخص شریر اصلا خشنود نمیشه حتی اگر لازم باشه این خشنودش نمیکنه خدا امیدواره که شخص شریر از راهاش بازگشت کنه پدر در عهد قدیم قبل از اینکه عیسی بیاد داره میگه که از مردن شخص شریر اصلا خوشنود نمیشه حتی اگر لازم باشه این خوشنودش نمیکنه خدا امیدواره که شخص شریر از راهاش بازگشت کنه مثل پسر گم شده قدمهاش رو به سمت خونه به سمت پدر بچرخونه و زنده بمونه این باعث هیجان خدا میشه نه آسیب زدن یا کشتن یه شخص بد. خدا امیدواره که همه به سمتش برگردند. همچنین میبینیم که پتروس هم همین حرف رو میزنه. دوم پتروس باب سه. برخلاف گمان برخی خداوند در انجام وعدهش تأخیر نمیورزد. بلکه با شما بردبار است که نمیخواهد کسی حلاق شود بلکه میخواهد همگان به توبه بگرایند. قلب پدر از ابتدا اینه که همه به سمتش برگردن توبه کنن توبه یعنی این که از مسیری که داری میچرخی به سمت خونه بری چیزی که کلام میگه زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاویدان یابد و عیسی گفت که حیات جاویدان در شناخت پدر و پسر و پذیرفتن محبتشون هست نه اینکه کسب کنیم چون نمیتونیم چون الان هم بی‌نهایت باید دریافتش کنیم و در اون زندگی کنید. او میخواد که امروز در این زندگی کنید، در محبت، در بخشش و لحظه ای که به سمتش برمیگردید شما رو میبخشه. مجبور نیستید زحمت بکشید و تقلا کنید تا این نوع بخشش رو به دست بیارید. پدری که میبخشه همیشه دوستتون داره و هر روز و با شماست در این لحظه، در پیش روتون، در سختی هایی که پیش رو دارید با شماست و نزدیکتونه هرگز شما رو ترک نمیکنه و هرگز وا نخواهد گذاشت و دعا میکنم که امروز محبتش رو احساس کنید